سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، به نام نامی حضرت حق و درود به روان پاک اشرف انبیا. برنامه زنده دیگری رو به صورت مستقیم به حضور شما تقدیم میکنیم. امیدواریم مانند برنامه های دیگر مورد عنایت و حمایت شما قرار بگیرد. در مشکلاتی که با اون مواجه هستیم، مساعدت ها و یاری شما نقش عمده و اساسی دارد. حمایت های شما هر چقدر هم جزئی باشد، در ادامه و در استقرار دوام کار این شبکه بسیار مؤثر خواهد بود. می پردازیم به تشریح آیه شماره 224 از سوره دوم قرآن. موضوع این آیه تحریم تقوا و عمل صالح است، که چطور عمل صالح و تقوا به وسیله بعضی از مردم تحریم می شود. به قرائت این آیه به زبان عربی توسط این قاری نامدار توجه بفرمایید، بعد درباره این آیه با هم صحبت میکنیم. تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، ایمانکم از جمعه هم قرار ندهید نام الله رو به عنوان عذر و بهانه و سوگند و تعهد در ایمان خودتون، در سوگندهای خودتون، برای آن که سوگند خورده اید که نیکی نکنید و تقوا نورزید و عامل عمل صالح بین مردم نباشید، و خدا بر آنچه میگویید و بر آنچه میکنید شنوا و آگاه است. در واقع اینجا اشاره میکند که تعهد یا بهانه قرار دادن در نزد خدا، اون چرا که سوگند خورده اید که تبری بکنید و عمل نیکو انجام بدهید و تقوا انجام بدهید و صلح انجام بدهید بین مردم، و بدانید که خداوند سمیع و علیم است. که به طور خیلی خلاصه اینطور هست که انسان از سه اقدامی که در اینجا به نیکی و تقوا و عمل صالح و ایجاد مصالحه و صلح بین مردم نام برده شده خودداری میکند، و با استدلال بسیار ضعیف و غیر معقول در پاسخ این سوالی که از او میشود که چرا کار خیر نمیکنی، چرا متقی نیستی،
چرا تقوا رو زیر پا گذاشتی و چرا عمل صالح انجام نمی دهی و بین مردم به جای صلح جنگ ایجاد میکنی، میگوید که من به خاطر اینکه قسم خوردم که ظلم کنم، قسم خوردم که کار بد کنم، قسم خوردم که عمل صالح انجام ندم، نزد خدا قسم خوردم. و چون خدا در قرآن گفته است که اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم، اوفو به عهدکم، شما هم وفا کنید به عهدتان، و این دستور قرآنه و ما مجبور هستیم که تعهداتی که میکنیم به تعهدات خودمون عمل کنیم. و من تعهد کردم که خار خیر نکنم، من تعهد کردم که تقوا نداشته باشم، من تعهد کردم که عمل صالح انجام ندم. و چون قرآن گفته است که اگر تعهد کردی باید به تعهد خودت عمل کنی، من هم طبق گفته خدا که تعهد کردم و به تعهد خودم هم عمل میکنم. خداوند در قرآن میگوید که حالا به نظر ما امروز این کار ممکن است که خیلی احمقانه بیاید که چطور میشود که یک انسانی اینقدر فاقد عقل و شعور و معرفت باشه که فکر بکنه که من چطور میتوانم که به این طریق غیر معقول و دور از ذهن و احمقانه، واقعا احمقانه، بگم من کار خیر نمی کنم به خاطر اینکه به خدا قول دادم که کار خیر نکنم و خدا گفته به قول خودتون انجام و ایفا کنید، وفا کنید، و من چون میخوام به عهد خودم وفا کنم بنابراین خدمت نمی کنم. این منطق بچگانه و این منطق، شاید بچه ها هم این منطق رو نداشته باشن، غیر متعارف و غیر انسانی و غیر معقول رو قرآن پیش بینی میکنه و میگوید هستند بین افراد کسانی که تا این درجه از ضعف شعور مبتلا هستند و ممکن است که چنین هم بگویند. قرار ندهید نام الله را موجب و بهانه و عذر برای آن که تحریم کنید تقوا رو، تحریم کنید عمل نیک رو و تحریم کنید عمل صالح رو در بین مردم. و بدانید که خدا بر آنچه که میگویید و بر آنچه که میکنید شنوا و دانا و آگاه است. از ریشه عرزه، مشتق عرزه، به معنای عذر آوردن، بهانه کردن، متوسل به وسیله شدن و فرار از مسئولیت و نظایر اون معنی شده است. یمنا در مورد ایمانکم، ریشه یمنا چندین معنا داره که یکیش راست هست، یکیش سمت راست هست، یکیش دست راست هست، و یکی سوگند است، یکی عافیت است، رحمت است، هدایت به سمت راست است و سعادت و خوشبختی است و کامیابی و همینطور رستگاری. و راست و دست راست اصطلاحی است که برای قرار گرفتن در مسیر هدایت در قرآن از اون استفاده شده. ولی دو معنای اصلی که میدهد، یکی معنای صحت و درستی و عافیت و سلامت و هدایت و سعادت و خوشبختی و این گروه از معانی است، و یک معنای دیگری که میدهد معنای تعهد و معنای سوگند و معنای میثاق میدهد. و کسانی که در واقع چیزی رو که به عنوان عذر و به عنوان بهانه استفاده می کنند و به اون جنبه قانونی می دهند، نمی تواند که سوگند، بنابرای گفته قرآن سوگند به حجر، یک پابندی باشد، یک تعهدی باشد که مشمول قانون اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم باشه، وفا میکنم به عهدم
وفا میکنید به عهدتون، نشان میده در این آیه قرآن که عهد از دیدگاه قرآن فقط تعهد نیست، تعهد به بر، تعهد به خیر، تعهد به انجام وظیفه. و به طور خیلی خلاصه میخواییم در یک واژه تمام بکنیم، تعهد به انجام مواردی است که در عبادت ذکر شده. یعنی تنها چیزی که قرآن به عنوان تعهد میپذیره تعهدی است که در ارتباط با عبادت باشه. چون تا آخر روزگار این سوال پیش میآید که کدام تعهد عذر است و حرام و غیر قابل اجرا و کدام تعهد بر ما وظیفه ایجاد میکند که او رو اطاعت بکنیم، و ما چطور این تعهدها رو که تعدادش هم خیلی زیاده اینها رو ما چطور تشخیص بدیم که کدوم تعهد تعهد برحق است و کدوم تعهد تعهد دروغ و ناحق است. در این زمینه قرآن خیلی حساب کار ما رو روشن میکند. تعهداتی که به موازات عبادت باشه و در جهت تأیید عبادت باشه و در جهت تلفیق با عبادت باشه، یعنی که اون چرا که در عبادت ذکر کرده که شما باید انجام بدید، چه چیزهایی رو در عبادت ذکر کرده، چیزهایی رو که نسبت به اون ما وظیفه اطاعت از عبادت داریم، این چیزهایی رو که ما جنبه عبادی براش قائل هستیم به لحاظ بعد اطاعتی که درش واقع شده. یعنی ما عبادت که میخواییم بکنیم، عبادت ما عبارت است از یک تایتلی، عبارت است یک نامی، عنوانی که روی اطاعت ما گذاشته میشه. اطاعت از اون چه که خدا گفته، انجام این اطاعت عبادت نام داره. عبادت در واقع یک ظرفی است، یک ابزاری است، یک علامت و یک آیه و یک نشانه ای است که باید به مظروف او توجه کرد تا ظرف واقعیت خارجی پیدا بکنه از نظر اثر و از نظر هویت و از نظر وجود. عبادت عبارت است از اطاعت. اطاعت از کی؟ اطاعت از هر کی؟ هر چیز؟ نه، اطاعت از اون چه که خدا گفته. ما از کجا میفهمیم که خدا چه گفته؟ بر اساس اعتقادی که اونجا جنبه اعتقادی داره، که ما به قرآن معتقدیم و معتقد هستیم که این کتاب قرآن کتاب خداست و اون چه که در این کتاب گفته و امر کرده امر خداست. این تنها رابطه ما با خداست. ما هیچ رابطه دیگری نمیتوانیم با خدا داشته باشیم، نه خواب، نه الهام، نه وحی، نه به هیجان آمدن، نه دید سبب سوز پیدا کردن، پشت پرده رو دیدن، پرده های علت رو پاره کردن، هیچ کدام از اینها پاسخ قانونی و رسمی به موضوع اطاعت نیست. عبادت چه معنایی میدهد؟ عبادت یعنی اطاعت کردن. از چه چیز اطاعت کنیم؟ از فرمان خدا. فرمان خدا رو در کجا پیدا کنیم؟ در قرآن. همین. ما رابطه‌ای که با خدا داریم، خدا مطاع است، ما مطیع، و این کتاب دستورات خدا رو نشان میدهد که ما برای اینکه دستورات خدا رو اطاعت بکنیم باید با این کتاب آشنا باشیم، و برای اینکه دستورات این کتاب رو بفهمیم اول کتاب میگوید باید تقوا داشته باشیم، و تقوا رو هم معنی میکند. بنابراین ما انشاءالله وقتی که تقوا پیدا میکنیم قرآن رو میخوانیم، قرآن خیلی میسر و مسیردار و در این حال ممکن و قابل فهم میشه برای ما، و ما قرآن رو میخوانیم، قرآن رو میفهمیم، قرآن رو اطاعت میکنیم، بنابراین عبادت ما انجام شده. اما
اطاعت همیشه عبادت نام نداره. گاهی از اوقات اطاعتی که ما میکنیم ممکن است عصیان باشد، طغیان باشد، شرک باشد، فسخ باشد. چطور؟ وقتی که ما از غیر از خدا اطاعت میکنیم، اون هم اطاعت است. از شیطان هم خیلی ها اطاعت میکنن، اون هم عین اطاعت است. اما چه اطاعتی؟ بیننده محترمی در نامه‌ای که به ما نوشتن تذکر دادن که شما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنید دهان خودتون رو یا گلوی خودتون رو و همینطور بینی خودتون رو تمیز کنید، پاک کنید، که موقعی که صحبت میکنید سرفه نکنید و باعث ناراحتی ما نشوید. قطعا ما که سالهای سال است که به کار میکروفون و گویندگی و اینها آشنا هستیم، این لحاظی رو که اشاره فرمودن در نظر میگیریم، اما گاهی از اوقات به علت بیماری و به علت ناراحتی هایی که با صاف کردن سینه انجام نمی شود، دو کار ما می توانیم بکنیم. یا اینکه هر بار که این حالات دست می دهد دو یا سه هفته تا بهبود کامل و باز شدن صدا برنامه ها رو تعطیل کنیم و ما نمیدانیم که اصلا دو هفته دیگر من زنده هستم یا نه. و یا اینکه این برنامه رو به همین ترتیبی که هست ادامه بدیم و بیننده این حق رو داره، البته که اگر بین این گل و خار، گل ارزش بیشتری برای او داره و میتونه که خار این گل رو هم تحمل بکنه، تحمل میکنه، و الا اگر ارزشی در این حرفا نمیبینه مجبور نیست که با صداهای سرفه و صدای کریهول اصفات بنده خودش رو آزرده بکنه. و مطالب در قرآن زیاد گفته شده، بیرون هم زیاد گفته شده، و من هم تنها کسی نیستم در دنیا که تشریح قرآن میکنم. علمای بسیار برجسته‌ای هستند که این کارو میکنن، سرفه هم نمیکنن، به اونها مراجعه کنن. پس در این آیه اشاره به موضوع تعهد میکند. تمام کور و پایه اصلی این آیه این است که مفهوم تعهد چیست. قرآن تغییر عقیده نمیدهد، قرآن ناسخ و منسوخ ندارد، قرآن هیچ تفاوتی بین آیاتش نیست از نقطه نظر عظمت و بافت و در واقع شبکه بودن و متحد بودن. به هیچ عنوان هیچ آیه از قرآن آیه دیگه ای رو نه بهتر میکنه نه بدتر میکنه. اینها همه قطره های یک باران هستند که در یک دریا جمع هستند و به هیچ عنوان هیچ کدام نه از هم جدا هستن نه از هم دیگه بهتر یا بدتر هستن. برای اینکه این موضوع تعهد یک عبادت هست در قرآن، اوفو به عهدکم، یعنی دستور که داده میشه انجام وظیفه و انجام به عهد عبادت است. حالا شخص میگوید که من مشغول عبادت هستم. خوب توجه بکنید، میگوین چطور داری عبادت میکنی؟ چه میکنی که عبادت میکنی؟ تقوا به خرج میدهی؟ انفاق میکنی؟ عبادت میکنی؟ از دین دفاع میکنی؟ امر معروف میکنی؟ تولید درآمد میکنی که به جامعه کمک کنی؟ چه میکنی که عبادت میکنی؟ کدام از دستورات قرآن رو در حال اجرا و اطاعت هستی که عبادت بشود؟ میگوید من نوع دیگری عبادت میکنم، من در سرپیشی از فرمان عمل صالح و در سرپیشی از انفاق و در سرپیشی از تقوا و عمل خیر دارم عبادت میکنم. عبادت من این است که با همه اینها سرکشی و عصیان داشته باشم، این اطاعت منه. میگوین چطور این رو اطاعت فرض میکنی و عبادت فرض میکنی؟
میگوید به خاطر اینکه من تعهد کردم که با خدا عصیان بکنم، من تعهد کردم به جای اطاعت عصیان کنم، سرپیچی کنم، و چون تعهد کردم مجبور هستم به تعهد خودم عمل بکنم، و چون به تعهد خودم عمل میکنم بنابراین مشغول عبادت هستم. بنابراین عصیان من و طغیان من و فسق من در مقابل خدا عبادت من محسوب میشود به موجب احکام قرآن. این ادعا است. قرآن میگوید که نه، اینطور نیست، این عبادت محسوب نمیشود. چرا عبادت محسوب نمیشود؟ به خاطر اینکه عبادت بایستی که از دستورات خدا اطاعت بکنی، و دستور خدا در قرآن این است که از عهدی که میبندید اطاعت بکنید و انجام بدهید و ایفا بکنید، وفا بکنید به عهدتون. و عهد باید معنی بشه. علت اینی که این اشکار پیدا شده و یک عده تخلف رو جز به عبادت محسوب میکنند، برای اینکه معنی عهد رو ما نمیدانیم، یا میدانیم نمیخواهیم قبول کنیم. عهد عبارت است از پیمانی که ما با خدا میبندیم، و در واقع دو سوی این قرارداد باید معین باشه. یعنی ما با خدا قرارداد میبندیم که از دستورات خدا اطاعت بکنیم. ما قرار نیست که دستورات خدا رو زیر پا بگذاریم. اون اسمش تعهد نیست. مثل اینکه کسی بگه که من با تو قرار میگذارم که به عهد خودم وفا نکنم. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی. این کاریست که این گروه با خدا میکنن و میگوین چون ما تعهد کردیم که نافرمانی کنیم، مجبور هستیم به تعهد خودمون عمل کنیم. به این لحاظ است که در متن آیه میگوید که ولا تجعلوا الله عرضة للأيمانكم، قرار ندهید نام الله رو موجب و مورد و بهانه عذر برای اینکه تحریم بکنید، حرام اعلام بکنید، دوری بکنید از تقوا و از عمل صالح و از خیر و اینکه بین مردم صلح ایجاد بکنید. یعنی در واقع در این آیه به صلح جهانی اشاره میکنه و میگوید کسانی که تعهد کردند به ایجاد جنگ جهانی، یعنی کسانی که گفتن ما چون قسم خوردیم که در دنیا جنگ به راه بیاندازیم، چون بین مردم صلح میخوام، گفتن نه، ما صلح به وجود نمیاد، ما تعهد کردیم که جنگ به وجود بیاریم و مجبور هستیم که جنگ به وجود بیاریم به خاطر اینکه تعهد کردیم. در این آیه معنای سوگند یمن به معنای ایمان، سوگندها، سوگند نوعا نوعی پیمان و قرارداد و منطقا نوعی تعهد و عقد قرارداد است که باید دو طرف داشته باشد. ما وقتی که خودمون تعهد میکنیم که خدایا من تعهد کردم که در مقابل تو طغیان کنم، و این شد قرارداد، آیا اون طرف قرارداد که خدا هست با شما قرارداد رو امضا کرده یا نکرده؟ وقتی آیه های امری خدا رو ما انجام میدهیم، اون امضا در اون هست، ولی وقتی که قول به عصیان و طغیان میدیم، این قرارداد یک طرف است، قرارداد محسوب نمیشه، بنابراین تعهد هم به حساب نمیاد. در این آیه معنای سوگند به ایمانکم داده شده. همونطور که گفتیم سوگند نوعا نوعی پیمان و قرارداد و منطقا نوعی تعهد و عقد قرارداد دو طرف است. طبق ضوابط کلی قرآن به انسان موظف است به ایفا و انجام قراردادهایی که به صورت تعهد و به صورت میثاق، به صورت پیمان دو سویه بین انسان و قرآن برقرار می شود. و این نوع تعهدات
که تحریم عمل صالح میکند تعهد محسوب نمیشود. بر این اصل همیشه در طول تاریخ افرادی بوده و هستند که برای سوء استفاده از قانون تعهد میکنند که کار خیر انجام ندهند، تعهد میکنند که انفاق نکنند و بعد اظهار میدارند که من تعهد کردم و شرعاً باید به تعهد خود پابند باشم، بنابراین با همه این تمایل به کار خیر چون تعهد کردم که کار خیر نکنم و باید به تعهد خودم پابند باشم، بنابراین مرا معذور بدانید که شرعاً از انجام کار خیر ممنوع هستم. قرآن میگوید تعهداتی که بر مبنای اقرار سوگند به الله برای خود بنا کرده اید وسیله تعذر و تبرئه و سوء استفاده برای فرار از مسئولیت کار خیر نخواهد بود. شما تعهد کرده اید و به الله سوگند خورده اید که کار بر و خیر و مفید نکنید و همچنین تقوا نورزید و همچنین سوگند خورده اید که بین مردم و برای مردم عمل صالح انجام ندهید، چنین میکنید. اینها تعهد و سوگند نیستند، اینها بهانه و اسباب فرار از مسئولیت هستند و هیچ ارزش تعهد و قرار ندارند. خداوند به شما امر میکند که موضوع قرارداد و تعهد و قبول مسئولیت رو در جهت موضوعات حلال و مجاز به کار ببرید و سوگند و بقیه تعهد به عدم انجام خیر رو تعهد محسوب نکنید و انجام امور حرام و در واقع قول دادن به خطا کردن هیچ نوع ارزش تعهدی ندارد، بلکه توسل به آن هم نوعاً باطل و حرام است. در واقع قرآن در این آیه به یکی از موضوعات بسیار مهم اشاره می‌کند که افراد نمی‌توانند به تصمیم شخصی مسئولیت‌های اجتماعی خودشون رو زیر پا بگذارند. اگر بیان انشای قرآن رو بخوایم برگردونیم به بنای انشای ادبیات مدرن زمان ما، اینطوری که امروز مصطلح حرف میزنن ما به اون صورت در بیاریم، این معنی رو میده که شما به میل خودتون و به تصمیم خودتون نمیتوانید وقتی در جامعه زندگی میکنید تصمیم فردی بگیرید که من فکر کردم که به عنوان مثال مالیات چیز بدی است، من دیگه چون تعهد کردم کار بد نکنم مالیات هم نمیدم. خیلی خوب، اگر که قرار باشه که ما بر اساس تعهداتی که میکنیم بدون توجه به اینکه این تعهد آیا با قانون یا اگر دینی هستیم با قرآن تطبیق میکنه یا نه، اول اونجا رو ما باید پاک کنیم و صاف کنیم و بعد ببینیم که آیا این قولی که ما داده ایم قول به خلاف است یا تعهد قانونی است. مثل اینکه یک کسی بگوید که من تعهد کردم، اتفاقا یک کسی هم بود که 16 نفر رو کشته بود و وقتی که دادستان از او سوال کرد که چرا این کارها رو کرده، گفت من تعهد کردم، به شیطان تعهد دادم که هر چند نفر آدم رو که میتوانم بکشم. یا مثلا کسی دیگری رو گرفته بودن که گفته بود که من تعهد کردم به همه دخترهای جوان اولا تجاوز کنم و بعد اونها رو بکشم، از بین ببرم و مجبور بودم که به تعهدات خودم عمل بکنم. این موضوع این نیست که فقط داستان قرآن باشد، در تمام طول تاریخ شما افراد زیادی رو میبینید که جزو خطاکاران و جنایتکاران دنیا هستند و اینها انگیزه و لحاظ کار خودشون رو بر اساس تعهدی که کردن رو بگن ما متعهدیم، ما عقیده به زکات نداریم، ما عقیده به مالیات نداریم، ما نمیدهیم. به این لحاظ است که این موضوع تعهد اصل از تعهد باطل به این ترتیب در قرآن از هم جدا میشود. می پردازیم به آیه شماره 225
از سوره دوم قرآن موضوع این آیه سوگند در مقابل تعهد است و این آیه به این ترتیب بیان می شود که اگر بتوانیم که از این دستگاه کامپیوتر با صدای خوب این رو برای شما پخش بکنیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. در آیه 225 آیه 225 به این ترتیب آغاز می شود که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور الحلیم. الله شما رو به خاطر تعهداتی که تشکر میکنم اتاق فرمان الله شما رو به خاطر تعهداتی که بر مبنای سوگندهای لغو کرده اید مؤاخذه و در واقع مسئول و مجبور نمی کند، ولیکن الله شما رو مؤاخذه می کند، محاکمه می کند و شما رو مسئول می شمارد و بر اساس و به خاطر آنچه ذهنیت شما، اختیار شما، نیت شما، قلبهای شما اون رو اکتساب کرده، هر آنچه که با نیت خودتون، با قلبهای خودتون، با اراده و تصمیم خودتون در عمل اکتساب کردید، آنچرا که در دل دارید و آنچرا که نیت کردید خدا به اون توجه داره و نه به اون چه که شما بیان می کنید. شما ممکن است که صورت قانونی به یک موضوع بدهید و یا در ذهن خودتون فکر بکنید که توانستید به حریم قانون تجاوز بکنید یا از سرپوش قانون برای بیقانونی استفاده بکنید، ولی فراموش نکنید که شما با انسان طرف نیستید، شما با خدا طرف هستید. خدا میگوید من اون چی که در قلب تو و در ذهن تو و در تصمیم و اراده توست میدانم و تو تصور میکنی که با بازی با لغات و استفاده از موضوعات قانونی و حقوقی می توانی که از زیر بار مسئولیت فرار کنی و تو اون چرا که در دل داری فرار از مسئولیت، نه انجام تعهد، دروغ می گویی و به این لحاظ به عنوان قانون به تو اخطار می کنم که من یعنی خدا نترس، نگران نباش، تو رو بر اساس قسمهای لغو و بیمعنی که خوردی، قسمهایی که بر مبنای اسیان قسم خوردی که اسیان کنی و قسم خوردی که اطاعت نکنی و قسم خوردی که دروغ بگویی، قسم خوردی که ظلم کنی، قسم خوردی که جنایت کنی، قسم خوردی که زنا کنی و بعد به همه مردم میگه من در حضور شما قسم خوردم، این هم آیه قرآنی که گفته قسم که میخورید عمل کنید. خدا میگوید خیر، این آیه صریح رو در گوشت نگه دار که اگر سوگندی که میخوری، اگر تعهدی که میکنی با مفاد قرآن، با آیه های قرآن تطبیق نکند، ذره اون سوگند و تعهد تو ارزش نخواهد داشت. به این لحاظ است که میگوید که
شما رو مؤاخذه نمی کند الله، به قسم های لغو و بی اساسی که قسم خورده اید، ولیکن خدا شما رو مؤاخذه می کند، محاکمه می کند، شما رو مسئول می دارد به اون چه که با نیت خودتون اکتساب کردید. یعنی من در نیت خودم اون چرا که اکتساب میخوام بکنم این است که جنگ بین مردم، جنگ ایجاد کنم. الان مأموریت دارم از یک دولت خارجی که فرض بفرمایید که بین دو تا کشور در یک منطقه ایجاد جنگ بکنم و آتش افروزی بکنم و مرتب از این مردم به اون مردم، از این دولت به اون دولت انقدر بد بگویم و انقدر غیبت بکنم و انقدر بهانه و عذر بیاورم، یا اینکه کارهای عملی انجام بدهم که بالاخره بین دو همسایه جنگ بشود. این اون چیزی است که خدای نکرده در قلب من می‌گذرد. نیت من به این است که من در این کار جنگ ایجاد کنم. اما اون چه که بیان میکنم این است که ما مثلا سوگند خورده ایم که فلان کار رو انجام ندیم. خب ما انجام نمیدیم. مثلا قراره که فرض بفرمایید که به یتیمان افغانستان کمک بشه. یک کسی میگوید که من سوگند خوردم به ملیت خودم. من ملیت پاکستانی دارم و سوگند خوردم به ملیت خودم، به خدای خودم، که من به عنوان مثال عرض میکنم، مقصود من پاکستان و افغانستان و هندوستان نیست، به هیچ کشوری من قصد اهانت ندارم، مثال رو دارم عرض میکنم که به ذهن شنونده کاملا مترتب بشه. میگوید من اهل پاکستان هستم و منافع ما با منافع افغانستان متفاوت هست یا ضد هم هست و من با وجودی که معتقدم که باید به یتیم کمک کرد، اما من به علت تعهدات ملی که دارم، به عنوان یک تبعی پاکستان نمیتوانم به یک تبعی افغانستان، چه یتیم باشد چه نباشد، هیچ نوع کمک کنم، بلکه من به عنوان یک تبعی یک کشوری که دارای تضاد منافع با افغانستان است باید بتوانم که با این کشور بجنگم، با این کشور در محاربه قرار بگیرم و باعث تضعیف و نابودی این کشور بشم. این تعهدی است که من کردم بین نابودی افغانستان و بین کمک به یتیمانی که در اونجا هستند. من ضمن اینکه کار کمک به یتیم رو رد نمی کنم، ولی من یک مسئولیت بالاتری در اینجا دارم، مسئولیت ملی منه که من نمی توانم که به افغانستان کمک بکنم، به خاطر اینکه ما در جایی قرار گرفتیم که اصلا این کشور رو به صورت مستقل مانع سیاست بین المللی خودمون میدونیم، باید این کشور رو از بین ببریم یا دوچار جنگ کنیم یا دوچار فقر کنیم یا هر کاری که باید انجام بدیم. این تعهدی که کرده در واقع در قالب دیگری نشان میده، میگه ما شرعا متعهدیم که به قولی که دادیم، یعنی گفتیم از ملت خودمون ما حمایت میکنیم، به قول خودمون باقی بمانیم، بنابراین به ملت شما نه تنها کمک نمیکنیم بلکه در حالت جنگ هم هستیم. نتیجتا نیت این شخص ایجاد جنگ است، اما به زبان میگوید که من تعهدی کردم که باید پابند به این تعهد باشم. خدا در قرآن میگوید این تعهد لغوی که کرده ای تا مجازات بشوی البته، ولی برای این تعهدی که کردی، تعهد لغوه، این تعهد رو اگر انجام ندهی، ما برای این تعهد زبانی که کردی، این حرفهایی رو که به زبان زدی، برای اینها هیچ ارزش قائل نیستیم و برای این کارها هم اصلا تو رو مؤاخذه نمی کنیم. گفتی من اینو قول دادم حالا باید بکنم، غلط کردی، قول دادی، اصلا نه قولت رو میپذیرم نه خطایی به قولت رو، اصلا اهمیت نمیدم که تو چه گفتی و تو مورد محاکمه قرار نمیگیری. اما برای اون چیزی که در قلبت داشتی و به چیزی که به لحاظ نیتی که در قلبت داشتی اون چیز رو احتساب کردی، من تو رو برای اون مؤاخذه میکنم. مثلا فرض بفرمایید که
عربستان سعودی میگوید که من میخواهم بروم در افغانستان کمک بکنم به علم و دانش و فرهنگ و تکنولوژی این کشور، و بعد میگوید من یک بودجه نیم میلیارد دلاری در نظر دارم که بزرگترین مسجد رو در افغانستان بنا کنم. حکومت افغانستان میگوید ما به اندازه کافی مسجد داریم در اینجا، شما اگر میشه یک دانشگاه، یک سری دبیرستان، مدرسه، مکتب، این چیزها برای ما درست کنید، یا اگه میتوانید یک مرکز دانشگاه پزشکی ایجاد بکنید که کارش تحقیقات پزشکی در سطح جهانی باشه. میگوین نه، ما چون تعهد کردیم که برای خدا مسجد بسازیم، لله و فلله باید این کار رو بکنیم، ما نمیتوانیم از تعهد خودمون دست برداریم و دانشگاه بسازیم. قرآن میگوید که من اصلا به این تعهدی که تو کردی که باید مسجد بسازی و دروغ میگویی، من کوچکترین اهمیتی نمیدم. خدا میگوید اما تو با قلبت یک نیتی داشتی که به جای دانشگاه که این کشور رو به طرف صلح و سعادت پیش ببره، مسجد برای اینها میسازی، مسجدی که در اونجا وهابی و داعش تربیت بکنی، طالبان تربیت بکنی، و بیشتر این کشور رو مورد مخاطره قرار بدی، کشورهای همسایه رو هم مورد مخاطره قرار بدی، و همین کار رو هم میکنی و کردی. این اون چیزی است که قرآن میگوید قلب تو و نیت تو اکتساب کرده. تو رو برای اون چیزی که قلبت و نیتت اکتساب کرده من محاکمه و مجازات و مؤاخذه میکنم. من تو رو برای این کار مؤاخذه نمی کنم که چه گفته ای یا حتی چه کرده ای، چون بسیاری از موارد هست که ما عملی که انجام می دهیم خلاف است ولی نیت خیر داریم. شما یک کسی بالای یک کوهی است سرگردانه، میرید اون رو نجات بدید، خودتونم با او از کوه می افتید پایین، سبب مرگ او می شوید. شما یک کسی رو میرید از آب نجات بدید، خودتونم در آب از بین میرید، اونم از آب از بین میرید. پس خداوند بگوید شما رفتید اونجا یک نفر رو هلاک کردید. نه، حتی اعمال ما در بسیاری از موارد با نیتهای ما اندازه گیری میشه. قرآن در اینجا میگوید اون چیزی که تعهد میکنی، هر کلاه شرعی که در واقع مفهوم بازاری و عوام این واژه این است که شما به هر شکلی که حالا در جامعه ظاهر میشید و به نام دین و به نام تعهدات دین و به نام قولی که به خدا دادید از انجام اعمال خیر خودداری میکنید، اما در نیت شما یک چیز دیگری هست. شما فرض بفرمایید که رفتید به افغانستان، میگویید من تعهد کردم باید اینجا مسجد بسازم. دولت افغانستان میگه ما مسجد نمیخواهیم، ما دانشگاه میخواهیم. میگوید نه، لله و الله، من تعهد کردم، لا والله، من تعهد خودم رو در مقابل خدا نمیشنم، مسجد گفتم میسازم، پس من مسجد میسازم، نمیخواهی به زور نمیسازم، ولی من تعهد کردم مسجد بسازم، خدای تو شاهدی که من خواستم این تعهد رو انجام بدم، این دولت نگذاشت، این حکومت نگذاشت. خدا میگوید من به اون چی که به دهان میگویی یا اون چی که به نیت این دهان کردی من اهمیتی نمیدم. تو واقعا نیت ساختن مسجد نداری، تو نیتی که در قلب توست ساختن یک پادگان نظامی است که در اونجا داعش و بوکو حرام و عرض کنم که طالبان و بن لادن و همین چه القاعده و همین چیزهایی که هست اینها رو پرورش بدم. یک مرکز شبه نظامی میخوام ایجاد بکنم از این محصولات بیرون. این در قلب من هست، این نیت منه. خدا میگوید ما تو رو برای اون نیتت مجازات میکنیم و مؤاخذه میکنیم و محاکمه میکنیم، نه اعمال غیر ارادی که از تو سر زده، اعمال معلولی که از تو سر زده، یا سخنانی که به لب گفتی،
یا تعهداتی که با دهان کرده. به همین خاطر هست که در متن این آیه میگوید که خداوند مؤاخذه نمی کند، مؤاخذه نمی کند الله شما رو با قسمهای لغوی که خورده اید، اما شما رو محاکمه می کند. به ما کسبت قلوبکم، با اون چه که در قلبهای خودتون نیت کردید. که من اینجا مسجد که نمیخوام بسازم، خود شما که میدانید نمیخواید مسجد بسازید، اصلا مسجد به چه مناسبت بسازید؟ ما باید پایگاه نظامی بسازیم، پایگاه تربیت تروریست بسازیم، ما باید شاگردانی در تربیت بکنیم که روی داعش و بن لادن و القاعده رو سپید کرده باشن، در خشونت و در نظم و ترتیب، در دیسیپلین و در آدم کشی. ما میخواییم یک مرکز آدم کشی در کابل برقرار کنیم، ولی میگوییم که ما یک مسجد برای سجده کردن، عبادت کردن به خدا میخواییم درست کنیم. اون چیزی که به دهان ماست و قول دادیم، قسم خوردیم، خدا اصلا به اونها نگاه نمی کنه. این حرفایی که زدی هیچ کدامش ارزش نداره، اما اون چیزی که در قلبت داشتی، خدا میگوید که من تو رو بر اساس نیت قلبیت بدون تظاهرات زبانی، اونجاست که تو رو محاکمه میکنم که تو چه میخواستی، در نیت تو چه بوده. تو مدرسه، تو واقعا مسجد میخوایی بسازی؟ مسجد که مردم سجده کنن به خدا و مطیع خدا باشن. تو خودت مفتری هستی، تو خودت اسیان کردی، طغیان کردی، چطور این کار میخوایی بکنی که مرکز اطاعت از خدا رو درست بکنی در حالی که خودت نافرمانی میکنی از دستور خدا؟ این آیه های کوتاه ولی در این حال بسیار بسیار سازنده، بسیار تفکر برانگیز است، برای اینکه انسان نگاه میکند که 1400 سال پیش قرآن چطور در موضوعاتی که امروز مبتلا به جامعه بشریت است با ما سخن گفته. الله شما را به خاطر تعهداتی که بر مبنای سوگندهای لغو کرده اید مؤاخذه و دستگیر و مجبور و مسئول نمی شمارد، اما بر اساس آنچه ذهنیت شما، اختیار شما، نیت شما و قلبهای شما نیت کرده و اکتساب کرده و به دست آورده، به نیروی اراده و به نیروی اختیار، آنچه در دل دارید و آنچه نیت کرده اید و به لحاظ آن به دست آورده اید، اونها رو خداوند شما رو محاکمه میکنه. و بعد میگوید که خداوند غفور است، خداوند بر شما نعمت غفران و نعمت بخشش از گناهان و اندیشه های ناپاک را ارزانی میکند، تقدیم میکند، پیشکش میکند، و خداوند صبور و بردبار و متحمل و پرحوصله است و به شما فرصت میدهد و نصرت میدهد و امکان میدهد، شما را مجهز میکند، به شما وسیله و امکان و قدر و توان و اراده و علم و اختیار و هدایت و امکان و قدر و توان میدهد تا نیت و عمل خود را اصلاح کنید و موجب اصلاح جامعه بشوید. اینها امکاناتی است که خدا به شما میده و خدا غفور است، یعنی غفران و بخشایش از سوی او میآید. شما چون توبه کنید و اصلاح کنید، جبران کنید، رفع ظلم کنید، مرمت کنید، تعمیر کنید، رفع جنایت کنید و بعد اظهار پشیمانی و درخواست کنید، وقتی اصلاح کردید تقاضای پشیمانی و تقاضای درخواست بخشش کنید، اون وقت خدا شما رو در اون حالت مورد عفو و غفران قرار میداد. این غفران در پی حلم و حوصله حضرت حق است، یعنی به قدر کفایت هم به شما فرصت میدهد، هم به شما فرصت میدهد، هم به شما امکان میدهد، هم به شما توان میدهد، هم به شما توشه میدهد، هم به شما وسیله میدهد، هم به شما علم میدهد، هم به شما تجربه میدهد، اختیار میدهد، اراده میدهد،
هدایت می‌دهد، عنایت می‌کند که بتوانید با تجهیز و استعمال همه این امکانات و همه این داده‌ها و همه این نعمت‌ها مسیر غلط رو تغییر بدهید و راه صلاح رو پیدا کنید و به صلاح بازگردید و مورد رحمت و غفران حضرت حق قرار بگیرید. در این آیه در ادامه آیه قبل می آید که موضوع تعهدات بی منطق برای مبارزه با قانون و در واقع دستبرد به قانون مطرح می شود که سوگندهای لغو و تعهدات غیر مجاز نمی تواند بهانه و عذر قابل قبول برای ترک خیرات باشد. آنگاه قرآن به یک حقیقت بارز و مهم در این زمینه اشاره می کند و می گوید که آنچه در نزد خدا مبنای قضاوت و ارزیابی اعمال شما قرار می گیرد اظهارات شما نیست، بلکه نیت و تصمیم و هدف شماست که مورد قضاوت حضرت حق قرار می گیرد. این قانون قرآن شامل می شود به گسترده صحرایی و اقیانوسی از اعمال و رفتاری که ما انجام می دهیم. ما در زندگی یک سری سخنانی می گوییم، یک سری حرفهایی رو مدعی می شویم، یعنی ما یک مقداری تظاهرات داریم، یک مقداری گفتنها داریم، یک مقداری اعلام کردنها داریم، یک مقداری ادعا کردنها داریم و یک چیزهایی هم نیت کردیم که در قلب ماست. از اون چیزهایی که در قلب ماست یک مقداریش رو میتوانیم انجام بدهیم، ما که همه نیات قلبیمون رو نمیتوانیم انجام بدهیم. اینطور نیست که هر کسی هر نیت قلبی که داشت طبق همون محاکمه بشه، اینطور نیست. نیات قلبی به اون اندازه که در عمل انجام میشه، مثلا من نیت قلبیم این هست که 100,000 نفر رو بکشم، نیت قلبی من این هست 100,000 نفر رو بکشم. حالا من رفتم به خیابان و برای مردم راجع به حقوق بشر صحبت میکنم و مردم رو فریب میدم، بعد میایم احتمالاً 1,000 نفر بیشتر نمیتوانم بکشم، بعد رسوا میشم، ولی نیت کرده بودم که 100,000 نفر رو بکشم. فقط الان توانستم که 1,000 نفر رو بکشم. پس یک نیت قلبی بوده برای کشتن 1,000 نفر، یک اظهارات دروغ بوده که به مردم گفتم که من میخوام حقوق بشر رو حفظ بکنم، و در عمل نیت قلبی من باعث شد که 1,000 نفر بمیرم، نه 100,000 نفر. قرآن میگوید که برای اون چه که قلب تو اکتساب کرده مورد محاکمه قرار میگیری، نه برای اون چه که قلب تو محاسبه کرده، نه برای اون چه که قلب تو آرزو کرده. آرزوی من این است که من هر کسی که در تیرراس چشم من قرار میگیرد مورد زنا قرار بدم. من تعدادی از مردها رو میشناسم که همین طور هستن، نه احتیاجی دارن نه این طور هستند. این شخص ممکن است که در نیت خودش نیت کرده باشه و وسایلش رو هم آماده کرده باشه که به 100 نفر تجاوز کنه. پس یکی اظهاراتی است که میکنه درباره این نشون میده که مثلا کلاس قرآن باز کرده، به مردم قرآن یاد میده، در کلاس‌های خصوصی قرآن یاد میده، به این وسیله به اظهار، یعنی حتی در جایی که قرآن وسط هست قرآن رو روی میز گذاشته و مرتب ما هر آیه قرآن رو که میخوانیم دهن به هر حرفی از حرفهای قرآن که باز میکنیم قسم به قرآن خورده ایم که وفادار به قرآن باشیم. اصلا این قسم در متن قرآن خواندن مستتره. حالا یک معلم قرآنی میاد و مرتب در قسم قرآنی قرار داره، قرآن رو به مردم یاد میده.
بنابراین اظهارات این شخص اظهارات قرآنی است. چند تا بچه 8 ساله و 7 ساله تا 13 ساله و 14 ساله در کلاس این آدم دارن درس میخونن. اظهار چیه؟ به نام خدا. بزرگترین عبادت خدا رو داره انجام میده، امر به معروف میکنه، یعنی قرآن رو یاد میده. که ما اگر قرآن رو ندانیم نمیدانیم که از چه چیز باید اطاعت کنیم. من راجع به بعد بیرونی آدم ها صحبت میکنم، نه راجع به بعد درونی. ما به عنوان یک آدم اگه قرآن رو ندانیم و نشناسیم نمیتوانیم به قرآن عمل کنیم. قرآن رو نخوندیم، باید قرآن رو بخوانیم که بدانیم. من راجع به قرآن درونی و قلبی الان صحبت نمیکنم، من راجع به قرآن کاغذی صحبت میکنم. این قرآن کاغذ و مرکب رو ما باید بشناسیم. بنابراین اون کسی که این قرآن رو به ما میشناساند و برای ما تعریف میکند، توضیح میداد، تشریح میکند، بزرگترین درجه امر به معروف رو دارد. پس اظهار شخص در بالاترین حد ممکن اظهار است. این اظهار یزین به اظهار بالاتر نمیشه. در مقابل این اظهاری که میکنه در قلبش این هست که من 20 تا شاگرد دارم در این کلاس قرآن از 8 ساله تا 14 ساله. چه میشود که من به هر 20 نفر اینها تجاوز کنم و به هر 20 نفر اینها عمل لوات انجام بدهم و در این کار پیروز و کامیاب بشوم، که اولین معلمی باشم که به تمام شاگردهای خودش به نسبت 100% تجاوز جنسی کرده، با اونها لواط انجام داده زیر پرچم قرآن. بنابراین من یک اعلام میکنم. اعلام چه میکنم؟ من معلم قرآنم، شارح قرآنم، توضیح میدم قرآن رو، تشریح میدم قرآن رو. این اظهارات منه، تعهدات منه، دارم به اینها سوگند میخورم. در قلب من چی میگذره؟ در قلب من این میگذره که من به هر 20 نفر شاگردی که دارم چطور میتونم تجاوز بکنم که قبل از اینکه گیر بیفتم. همش فکر میکنم که چطور اینها رو گول بزنم، چطور اینها رو فریب بدم که بتونم که به این کار شیطانی خودم دست پیدا بکنم. برای چند نفر 20 تا شاگرد نیت کردم، اما 3 یا 4 تا شاگرد، فکر میکنم 7 تا شاگرد، 7 نفر رو موفق میشم که با اینها تجاوز جنسی کنم. همین بچه های 8-9 ساله 10 ساله. آیا من نزد خدا که نیت کردم که به 20 بچه تجاوز کنم ولی به 7 نفر بیشتر نتوانستم تجاوز کنم و بعد رسوا شدم یا مانع شدن یا هر چی شده، من برای چی معاکبه میشم؟ قرآن میگوید که، پاسخ میدهد که شما رو خداوند یؤاخذکم، شما رو مؤاخذه میکنه، شما رو محاکمه میکنه، شما رو مسئول میداره، نه به چیزی که نیت کردید، نه به چیزی که اظهار کردید، به چیزی که به لحاظ و به واسطه نیت خودتون اکتساب کردید. یعنی باز بر میگرده به یک چیزی که به تعامل رسیده، به استعمال رسیده، به عمل رسیده، که در متن قرآن میگوید که شما رو مؤاخذه میکند، به ما کسبت قلوب، به چیزی که با نیت‌های خودتون اکتساب کردید. یعنی با وجودی که نیت من این بوده که من به 20 بچه تجاوز کنم، ولی خب این رو که اکتساب نکردم، به 7 نفر تجاوز کردم. بنابراین حدی که قرآن معین می‌کند که اون حد مورد تنبیه و مجازات و بررسی و محاکمه قرار می‌گیره، اون چیزی است که قلب ما اکتساب کرده، نه اون چی که قلب ما اندیشیده در موردش. آنچه در نزد خدا مبنای قضاوت و ارزیابی شما قرار می‌گیرد
اظهارات شما نیست، بلکه تصمیم به هدف شماست که مورد قضاوت حضرت حق قرار می‌گیرد. ما دقایق کوتاهی رو بایستی که به تنفس بپردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم بود. چند دقیقه از توضیح درباره آیه 225 باقی است و بعد آیه 226 می‌پردازیم. با ما باشید.